زاول. پس رأی شما با زاول است. چرا یعنی کوی زاول؟ اکنون سر می رسد شتاب زده خسته و خاکالود با تیغ و گرز خونین و من سخن زاول پیش می کشم. این که رستم سرگران شده اسفندیار چشم به پادشاهی ایران دارد و من دل. کجا چشم و دل با هم برابرند؟ من از پادشاهی دل نمی کنم، اگر چه فرزندم اسفندیار از آن چشم نگیرد. من ستاره اسفندیار با خاک ببینم در زاول با رستم. اسفندیار فرزند نامدار گشتاسب سال هاست که به گسترش دین زرتشت کمر بسته و از پدر خواهان واگذاری تاج و تخت پادشاهی است و همین گشتاسب را می آزارد. جاماسب وزیر گشتاسب فردایی هولناک برای اسفندیار پرداخته است. درود بر پدرم گشتاسب. شاه شاهان، شهریار ایران زمین. درود بر تهمتن اسفندیار، شاهزاده ایران زمین، سردار راستین زرتشت. تهمتنی که جز برای گسترش پاکی شمشیر نزده و جز پاکی اندیشه‌ای ندارد. و من برای جهان جز پاکی هیچ نمیخواهم. آفرین آفرین. درود بر اسفندیار بازوی توانای زرتشت. سپاسگزارم. از سرزمین های دور بگویم آیین زرتشت تا کجا گسترانیدم؟ نگفته من بزرگی کار تو باور دارم. میدانم خسته ای، راه درازی رفته، کاری بزرگ سامان داده و همان راه باز آمده. مرا جز سپاس از تو هیچ نیست. سخن تازه است با من پدر. رستم. رستم؟ رستم سرگران شده و سال هاست که بندگی نکرده و به تختگاه ما نیامده. پیمان من و شما چیز دیگر بود. میدانم
اینکه به سرزمین های گرم بروی، با مردمان از پاکی بگویی و بت پرستی براندازی و آیین زرتشت بگسترانی. این کردم. فرمودید اگر پیروز بازگردم پادشاهی به من واگذارید. آری. این گفتم و همچنان بر پیمان خویشم. تنها مرا یک نگرانی مانده، دست رستم ببند و بیاور تا پادشاهی به تو بدهم. پدر، رستم کهنه سرباز ایران است، شایسته نیست خارش کنی با این کهنسالی. همین که گفتم، رستم دستگاه ما که دستگاه زرتشت است خار کرده و ما را به هیچ گرفته. دستش ببند و خار تا به اینجا بکش. به اینجا که رسیدی، خودم تاج شاهی بر سرت میگذارم با جشنی بزرگ که آوازش تا هر کجا با تو باشد. رأی من با شاه ایران است، شهریار جوان. رستم سرکشی میکند. این سرکشی شاهان دجر به تکافو میاندازد و دستگاه پادشاهی گشتاسب تباه میکند. آن کن که پدرت میگوید. برا و رستم بیاور. سخن گشتاسب تار و پود اسفندیار در هم کشید. دست رستم ببند و بیاور، چرا که رستم سرگران شده و سالهاست به دستگاه ما نیامده و بندگی نکرده. این بهانه را جاماست وزیر زیرک در دهان گشتاسب انداخت تا مگر اسفندیار به راه بی‌بازگشت در افتد و هرگز سخن از واگذاری پادشاهی ایران زمین نگوید. اسفندیار راز این سخن تازه را به خوبی دریافت. اینکه رستم نه هر کس است که به یک پرخاش دست به بند دهد و اسفندیار نیز نه شاهزاده است که چشم بر پادشاهی ایران ببندد. شتاب کن پشوتم، راه درازی باید رفت. میبینی؟ من سرشار از تکاپویم. چیزی درون من میاشوبد. شتاب کن پشوتم. زهود چه کار؟
خواهم سرزنشت. مرا یاری فرمای. هشوتان! لباس رسم مرا بیاورید. تیغ و گرز و نیزه ای من مهیا کنید. پهلوان پیر، بگو زال و رودابه شیون سردهند. این منم، اسفندیار، فرزند گشتاس، فرزند لهراس، فرزند فریدون، شهریار ایران زمین، آبداده زرتشت. به جاواز بگویید با ستاره بخت من چه دیده است جز پیروزی؟ مرا تا کنون هرچه بوده است پیروزی است. تو پیروزی اسفندیار، تو از هفت خانه هولنگیز به در رفته ای. خانه زابل که چیزی نیست. آره تو پیروزی، تو پیروزی. به پدرم گشتاس جاه بگویید من آنچه او خواسته بود پذیرفتم. بگویید من بیدرنگ شاه ایران زمین خواهم شد. اسفندیار شاه شاهان، شهریار ایران زمین. برادر دورا چه می شود؟ مردان زابلی دیدم با خودهایی از شاخ قوچ که بر تن من زخم می زدند. پشوتن، بهمن، مهرنوش، نوشازر، مرا با اسفندیار سخنیست. شما نیز بروید. این چه سخن است که با من گفتند؟ کدام سخن؟ شنیدم بنابر زاول داری. زاول نجای توست اسفندیار. مرا با این آشوب در نیامیز. سخن بزرگان چه زود دهان به دهان شده. در کار من نپیچ مادر، بگذار آن کنم که شاه میخواد. دندان آز بیرون بکش اسفندیار. پایه های این کاخ بر کین تو پرداختند. چه میگویی مادر؟ چه کسی کین من با دل دارد؟ ایرانیان هر کجا مهر من میخواهند. خود نمی گفتی؟ کین تو اینجا در این کاخ میپرورند، نه در خانه ایرانیان. مادر بیا و درگذر اسفندیار. از چه؟ از رفتن به زاول. هرگز، مرا با شاه پیمان است. با شاه یا با خودت؟ با شاه یا با خودم؟ بر این پیمان سوگند خوردم. به پشوتن گفتم سپاه بیاراید. همین پگاه به راه می‌زنم. پشوتن می‌بری؟
هم پشوتن، هم بهمن، هم مهنوش، هم نوشازر. بهمن و مهنوش و نوشازر نو نهالند، اینان چرا میبری؟ میبرم تا این جنگاوری ببینند. مرا هراس با دل است، آین جنگاوری بگذار، مردی نشانشان بده. پشوتن ببر، اما پسران خود مبر. سخن درشت گفتی؟ سخن راست تلخ است. استخوان مرا سوزاندی مادر، مرا با نامردی درآمیختی. گفتی مرا مردی نیست؟ این مردی است که مرزداری پاک نهاد، از زابل تا بدینجا بندی کنی و خار از پی بکشی. این مردی است که خاری پهلوانی کهنسال نشان پسرکان خود بدهی تا با نگاه کردن آیین جنگاوری بیاموزند. همه پیران یک روز چون تو جوان و برومند بودند. مردی بیاموزشان، دندان شاهی بکن. من فرزند خیش میشناسم، تو را از رفتن پرهیز نیست. برو پشوتن نیز ببر، اما فرزندان خود مبر. اسفندیار کجا پای بر رکاب جایی نهاده و بی پیروزی باز آمده؟ نگران نباش مادر، من باز میگردم با پیروزی. فرزندان خود مبر اسفندیار، ایران با رستم بر فراز آمده. تباهش مکن. مادر، آن روز برای زابلیان همانند روزهای دیگر بود، اما برای زال که سرد و گرم روزگار چشیده بود سخن تازه داشت. زال از تماشای آفتاب و آسمان دانست که در آینده نزدیک تلخ کامی ها در هم می‌آمیزند و خاندان او را در بر می‌گیرند. پروردگارا، این چه آشوب است با من؟ باز هم روز دیگر. درود ای آسمان، درود ای زمین، ای نسیم، ای آفتاب، درود ای مهر، ای روشنایی. امروز نه چون همیشه ای، گویا سخن تازه دارید. این چه قوغاست با من؟ کسی درونم چنگ میزند. موسیقی
خسته که نیستی پشوتم؟ نه شهریار، خستگی را با تماشای طرفتنی چون تو میروبند. سپاه کوچک اسفندیار به زاول نزدیک می شد تا آرزوهای بلند او را در مشت آورد. پروردگار بزرگ نشانه هایی بر سر راه او می گماشت تا مگر اسفندیار به خود آید و از رفتن باز بگوید. فرمان چه می‌فرمایید شهریارا؟ این سفر شکون نمی بینم برادر. جاش مگو پشوتم. جاش نمی گویم شهریار. ببین شطور سفید چه حراس دارد. بخصه منو با پای اشتران نپیچ. من آن کنم که مرا پسند آید. بگو شطور سفید رگ بزند. رگ بزنند؟ مگر شطور سفید رگ می زنند؟ سخن اسفندیار دوتا نیست. هر آنچه شنیدید آن کنید، رگش بزنید و راه هموار کنید. گوارا چگونه؟ این چیست با شما؟ بگویم زواره یا رستم بیایند؟ نه رودابه، نیاز به زوار و رستم نیست. این دلشورگی است. من با این دلشورگی آشنایم. کدام دلشورگی؟ خدای را سپاس که شما را سرزمینی پهناور، فرزندانی پاک نهاد و مردمانی همراه و نیکو سیرت بخشید با روزگاری دراز. از چه در آشوبید؟ اگر حراس شما با مرگ است که ما سالیان درازی چشم به راهش داری. نه رودابه، حراس من از مرگ نیست. مرگ مهمان من است، پایش بر چشم. پس چی؟ این دلشورگی از چیست؟ Thank you.
آمدم زاول. کجاست پهلوان پیرت؟ این هم زاول، سرزمین دستان و هزار داستان. بیا با آهنگ در دهیم و به زاول شویم. تهمتن و زال در پوست نگنجن. هرگز، چادرها به پا دارید. همینجا فرود میاییم و بار بیندازیم. من اینجا به رزم آمدم، نه به بزم. پس مخواه که سخنم رنگ ببازد. تو که میدانی سخن اسفندیار یک است و دو نیست. رستم، کجایی پهلوان پیر؟ اسفندیار اینجاست، در زاور. های زاوریان، بدانید آگاه باشید، این منم، کاپتان اسفندیار، فرزند گشتاسپ، فرزند لهراسپ، فرزند فریدون. شما مرا با جوانی در میاندازید. یادتان هست من بر ایوان کاخ بودم و شما در گذر نفرمودید آرام جان چاره بیندیش تا بر ایوان کاخ در شوم و من گیسوی افشاندم تا بلندای شما، اما شما پرهیز فرمودید از آزار من. مرا 18 بار بود و شما را 20. این هم اردوگاه. بهتر نبود به خانه رستم در می شدی؟ برادر، اسفندیار، تو آرزوها در سر داری، آرزوهای بزرگ. آرزوها خوبن، اما تنها با خرد. آرزو که بر خرد پا گذارد ریسمان آدمی میگیرد و میبرد. خورشید، کاش در پس کوها میماندی و سر بر نمی آورد. رستم، این منم، اسفندیار. درود بر زال، درود بر رستم، درود بر اسفندیار رویین‌تن. درود بر زال، درود بر رودابه. مرا تا به اندوه شما نیست. برخیزید، برخیزید و های و هوی کنید. زال و زانو در میان، زال پسر سام، چراننده کرکسن در نبرد. فرمان دهید، فرمان دهید چند گوسفند بیاورند، آنها را سر ببرند و به زاولیان بدهند تا آشوبتان بخورد. این میکنم. کنم
شاید پاداشی بدتر از برادر نیک نباشد. من چه اندازه به تو مهر دارم آشوت. من نیز با تو این گونه هم برادر آشوت. بهمن، من تا کنون رزم پدر ندیدم. زاولیان چگونند؟ ما را با زاولیان کاری نیست. هرچه باشد با سپاه پدر هراس کنند. این همه از بخت تا زاول آمده ایم، چگونه کاری نیست؟ زاولیان همه با رستمند. ما را جنگ سخت در پیش است. من از رستم فراوان شنیدم. فراوانی با پدر است. این سخن من نیز هست. هرچه فراوانی است با پدر است، چه از خرد، چه از نژاد و مردی و پهلوانی. هرچه با پدر است در رستم نیز هست، جز پادشاهی. شمشیر پدر کجا با رستم است؟ نیست. نیست. هست. مرز داره پیر. ندونستی من این جایم. پدر کجا؟ رستم کجا؟ برای پدر هیچ هم‌آوردی نیست؟ هست بهمن؟ من میان این دو کینه ای نمی بینم. پدر را با کینه چه کار؟ برای کشیدن تیغ
به کینه نیاز است نوشازر. کجا مرا با کینه نیاز بود؟ تیغ می توان بی کینه کشید. اما فرود تیغ بی کینه ممکن نیست. پس ما اینجا چه می کنیم در زاول؟ خدای خود ما را چاره کند. خدای خود ما را چاره کند. من بیش از همه کس شمشیر و بازوی تو را می شناسم. راست می گویی برادر، تو بسیار کارها کردی و بسیار کارها در پیش داری. کیست که هفت خان اسفندیار بداند و خاکساری نکند؟ اما مرا سخن دیگری نیز هست برادر. مگر نه این که لشکر از جای برآوردی تا زاولستان در مشت آوری؟ بیا این زاولستان، زاولستان در مشت توست. تو را نیازی به تیغ و نیزه و سپاه نیست. تو خود نیک میدانی من برای چه بدین جای آمدم. از این سرزمین هرچه میخواهی بخواه جز آنچه در سر داری. مرا در اینجا جز آنچه در سر دارم هیچ کار نیست. مگر در دراهی دج گنبدان و زابل شطور سپید بر جای نخسبید؟ هرچه ساروان بر سرش کوفت سودی نبخشید و پای به راه نبرد. فال نیک بسند برادر، ما را کار بزرگیست اینجا. تو بزرگی، بزرگزادهی، خرد خود هیچگاه به ریسمان اشتران مبند. من نیک تو میخواهم برادر. در برادری من به تو آیا کاستی هست؟ هرگز، تو بهترین کس من. هرچه فرمان داده ای بردم، هرچه خواسته ای پیش آوردم، هر کجا گفته ای رفتم. تو شایسته ای پشوتم، مرا در شایستگی تو هیچ بهانه نیست. چرا فرمان دادی شطور سپید رگ بزنند؟ فال بد با همه سپاه افتاده بود. باید این فال در شطور باز می. شطوران با نجنبیدنشان با تو سخن می گفتند. تو خود بارها نگفتی که آسمان با ما سخن می گوید؟ ابرها و آبها و دریاها با ما سخن میگویند. اینجا نیز شطور سپید با ما سخن میگفت. مرا به سخن اشتران نیازی نیست. امروز آوازه زال و فرزندش رستم تا هر کجا رفته؟ تا هند، تا چین، تا روم، تا هر کجا. مردمان در هر کجا از خاندان زال به نیکی نام میبرند. شما را نیکبختی است. این هم اندوه به دل را مدهی. من برای خود اندوه ندارم رودابه. پس چه کسی؟ رستم. رستم؟ فرمودید رستم؟ خاک بر دهانم. از رستم نیکوکارتر کسی به ایران نبوده و نیست.
او را از پدران اجداد ما به زاولستان عهدی است. این عهد مشکن. تو سخن مرا به خود من باز میگردانی؟ کیست که در نیکوکاری رستم شکاف اندازد؟ از چه برادر؟ تو نیک میدانی مرا از فرمان پادشاه گریزی نیست. بهانه بیاور. اسفندیارو بهانه؟ من خوشبختی و سلامت تو میخواهم اسفندیار. تو جوانی پشوتم. مگر چند سال؟ هرچه که هست داستان دلاوری های پسر دستان زانوانت لرزانده. به خداوند یکتا سوگند که این گونه نیست. سوگند مخور پشوتم. کیست که از پهلوانی چون رستم نهراسد؟ تو میترسی؟ من مرگ را در چهره تو میبینم. کاستی تو در این است که پهنای سینه و زور بازوی او میبینی؟ در برابر از پهلوانی و سینه ستبر برادرت پرهیز میکنی. شتاب نکن برادر. خاموش. تو نیک میدانی که من چه در سر دارم. پس جز از یاوری چیزی نکن. هرچه میخواهی بکن، تنها شتاب نکن. خاموش باش و ببین فردا چگونه پسر پیر زال به بند میکشم و فرسنگ به فرسنگ از پی میبرم تا بلخ. کسی را با من کاری سردار؟ شهریار اسفندیار. نمیدانی از چه روی؟ پرسیدم نمیدانی از چه روی؟ نوش، نوش آذر، پدر مرا فرا خوانده. چه از این گواراتر؟ فراخوانی پدر تو را آشفته؟ پسر بزرگ پدر ما از چه در رنج است؟ درنگ مکن برادر. کاش پدر مرا فرا خوانده بود. نوش آذر. من نگرانم برادرم. از چه؟ هنوز گرد راه با ماست برادران. شاهزاده بهمن، درود. پدر، فرمایشی بود با من؟ دیر آمدی بهمن. نکند تو نیز میترسی؟ همکنون سواری چند برگیر، به زابل شو و بر خان رستم برا. پس از درود به رستم بگو سالیان بیشمار بر تو گذشته. آنچه داری از نیاکان ما یافتی. از عهد لخراست و پدرم گشتاست نه به تختگاه آمدی، نه نامی نوشته و نه بندگی کرده ای، و این همه شاه را برآشفته. به رستم بگو گشتاست دین بهی پذیرفته. از توران تا هند و روم، از چین تا ماچین، همه به درگاه اویند و باج صاف برای او میفرستند. تو خویشتن نهان کرده ای. به رستم بگو شهریار ایران به روز سپید و شب لاجورد سوگند خورده که تو را جز دست پسی در بارگاه خود نبیند. اینک مرا فرستاده تا تو را بندی کنم و نزد او ببرم. چه بازی ایستاده ای؟
یافتمش شاهزاده جوان، یافتمش. یافتمش، همینجاست. از کجا بدانم که خود اوست؟ بیا ببین، بیا ببین. بزرگی با اوز شکاران هم او را دوست دارن.